پس در قسمت اول می‌بینیم که این ردا، این چند رنگ، ردای چند رنگ در پوشش ما داده شده. در آیه ششم، در همون فصل 26 خروج، یه تصویر دیگه زیبایی رو می‌بینیم. برای اینکه این پرده ها رو به هم دیگه وصل بکنن و بتونن به هم دیگه نگرشون دارن، احتیاج به حلقه داشتن و این حلقه ها باعث جایی بود که در این حلقه ها چوب هایی رو رد می‌کردن و این پرده ها رو آویزون می‌کردن. و میگه 50 تکمه زرین بساز و پرده ها رو به تکمه ها با یکدیگر پیوسته ساز تا مسکن یک باشد. چرا 50؟ چرا 40 تا نه؟ چرا 22 تا نه؟ چون همه چیز باید معنی داشته باشه. 50 عدد پنتاکیسته، پنتاکیست عدد روح القدسه. بنابراین چیزی که این ردا رو حفظ میکنه و نگر میداره روح القدسه در زندگی شما. اوکی؟ ردای شما در واقع این پوشش شما به خاطر وجود روح القدس حفظ میشه و روح القدس هستش که در واقع تمام این رو چکار میکنه، بهش قوت و قدرت میده. آمین. اگه روح القدس نباشه ردای شما نمیتونه آویزون بمونه. آمین. اگه روح القدس نباشه شما لخت و عریان میشی. روح القدسه که با وجودش هویت شما رو حفظ میکنه. اگه اون نباشه قدرتی در اون ردا نیست. پس کار خداوند به این شکل در انجام میشه که مسیح رداش رو میده و روح القدس میپوشونتش رو شما. علناً من چنین تصویر رو برای خودم ساده کردم. ردای عیسی مسیح از آسمان داره میاد. بعد کسی که این ردا رو من میپوشونه روح القدسه. آمین. و نگرش میداره و آراستش میکنه. هر روز میره چیکار میکنه؟ این رو برای من تازه میکنه. یه کاری میکنه که این ردا برای من همیشه پوشیدنیه. لباس اگه زیاد بپوشی بو میگیره. آمین. بعد کثیف میشه. برای من بس بلندش کنی برش داری بشوریش اینا. ولی در واقع چنین ردایی که آسمان به من داده همیشه تازه است. هیچ احتیاج به لاندری بیرون نداره. احتیاج نیست که از بدنم درش دارم. روح القدس برام تازه، خب تازه نگر میداره. آره. پس این 50 تا تکمه نشانه ای از کار روح القدس هستن و جالبه که تمام این تکمه ها از طلا درست شدن. دلیل داره، چون و چیزی چوب معمولی هم نیستن که طلا روش بشه. میگه از طلای خالص درستشون کن. طلای خالص یعنی الوهیت کامل. دیگه انسانی نیستش که چوب باشه بعد روش طلا زده باشی. طلای خالص یعنی خود خدا. آمین. ما چوبیم که رومون طلا زدن، ولی وقتی یه چیزی میخواد نماینده خدای خالص باشه دیگه خودش طلای کامله. اگه تو هیکل چیزی رو دیدید که طلای کامله، نشان دهنده الوهیت کامله. آمین. اگه دیدین یه چوبه که طلا روش زدن، نشانه شماست، یا نشانه عیسی مسیح، بدن مسیح که خود خدا بود و انسان هم بود. آمین. شما واسه به قول بعضی میگن مثلا آلمانی وکابلری خودشو داره، الفابت خودشو داره، درسته؟ الفبا داره. هر زبانی برای خودش الفبا داره. زبان هیکل یا زبان خودم الفبای خودشو داره. رنگای معنی دارن، اعداد معنی دارن، طلا و فلزات برای خودشون یک معنی دارن. همه چیز بده با شما صحبت میکنه. شما از معنی الفبای کتاب مقدس رو بفهمید. وقتی گرفتید، اون وقت وقتی عهد قدیم رو میخونی، همینطوری داره باید بازی چیز میکنه، حرف میزنه. آمین. بس این یک زبان به خصوص خودشو داره. تمام سمبولیزم اینجا داره صحبت میکنه. اعداد صحبت میکنن، 3 صحبت میکنه، 7 صحبت میکنه، 50 صحبت میکنه، 120 صحبت میکنه، 49 صحبت میکنه. اوکی؟ 490 صحبت میکنه. 120 صحبت میکنه. 1000 صحبت میکنه. 1500 صحبت میکنه. اینا اعدادن. 6 صحبت میکنه، 5 صحبت میکنه. اوکی؟ اینا همه برای خودش معنی دارند. رنگ ها صحبت میکنن. حیوانات صحبت میکنن. گاو یه صحبتی میکنه که گوسفند نمیکنه. گوسفند یه صحبتی میکنه که بز نمیکنه. بز یه صحبتی میکنه که
پرنده صحبت نمی کنه که چیه کبوتر هستش. همه برای خودشون یه معنی دارند. اوکی؟ طلا یه معنی داره، نقره یه معنی داره، برنج یه معنی داره. اوکی؟ آرایت. تمام اینها رو واسه یاد بگیرید. وقتی یاد میگیرید اون وقت میتونید چیکار بکنید؟ این کشف، اینا رو کشف بکنید. کتاب مقدس در امثال 25 میگه این شادی خداست که گنجینه های خودش رو چکار بکنه، یه جای نهفته بکنه و بعد کار پادشاهان هستش که اون رو یافت بکنند. پادشاه های خدا هستن که این گنجینه ها رو باز میکنن برای خداوند. فکر کنم امثال 25:2 هستش. اوکی، میریم جلو. بعد این یه پوشش اوله، ولی این پرده کتانی که خیلی هم بالاخره نازکه، چون درستش کردن، خوب بافتنش و خوب درستش کردن، این نمیتونه جلوی بارون رو بگیره. بارون بیاد اوضاع خرابه، نمیشه. بس یه پرده دیگه هم بیاد چیکار بکنه؟ دور اینم بگیره، چون بس اینو از محیط پروتک کنه. اون پرده بعدی، خب the outer covering، در آیات بعدی اگه میخواید بخونید میتونید خودتون بخونید. خب در آیه 7 و میگه و خیمه بالای مسکن را از پرده پشم بز بساز. خب و برای آن 11 پرده درست کن. خب بز، خب حیوانی بود که برای قربانی گناه داده میشد. در عهد قدیم اگه میخواستن قربانی گناه رو بدن، 2 بز رو برمی‌داشتن. اگه قربانی گناه رو نگاه کنی در عهد قدیم در لاویان، کاهن میومد 2 بز رو می آورد. میدونی قربانی سوختنی گاو بود، خب، ولی قربانی گناه بز بود، چون بز همیشه نشان دهنده گناهه در عهد قدیم. گاو یک حیوان متینی هست، در اطاعت، هر کاری که ازش بخوای میکنه و بعدم باز قربانی بشه. ولی بزا سرکشن، درجه میبینید شاخ میزنه، میره، میره بالای کوه. بز حیوان متینی نیست. اتفاقا اگه نگاه کنی، نمیدونم گله داری کسی کرده یا نکرده، بز حیوان زیاد آرومی نیست. اگه مواظب نباشی از پشت شاخت هم میزنه. ولی گاو بیچاره نشسته اونجا برای خودش آروم راحت میچره. بعد بیچاره بس بکشیش بعضی وقتا. مظلوم حرف هم نمیزنه، کاری هم نمیکنه. برای همین نشانه قربانی سوختنی گاوه. قربانی سوختنی حیوان مظلومیه که نشان دهنده عیسی مسیح مظلومی که به بالای صلیب میره. ولی قربانی گناه بزه که سرکشه. بنابراین پوسته بیرونی که خداوند برای شما گذاشته، که در واقع در ما برای اون پوسته کتانی هست، پوسته یک دونه بزه و سیاه رنگ هم هست. و این نشان دهنده این هستش که قربانی سوختنی شما به شما هویت درونیتون رو داده، که اون کتانی هست، پادشاهیتون هست، عدالتتون هست، ها، فرزند خدا بودنتون هست، آمین، پاکیتون هست. ولی وقتی که عیسی مسیح روی صلیب میمیره و قربانی گناه میشه برای شما و جرم و گناه شما رو میپوشونه، میاد پوسته بیرونی شما میشه. وقتی خداوند شما رو میبینه از بیرون چی میبینه؟ اینه که شما جرم داده شده، گناهت بخشیده شده. وقتی از درون شما رو نگاه میکنه، شما رو پادشاه و فرزند خودش میبینه. نمیدونم گرفتید یا نگرفتید. هم خدا در درون شماست، هم خدا در بیرون شماست. هم خدا در درون شماست، هم خدا در بیرون شماست. خدایی که از آسمان به شما نگاه میکنه، میبینه که شما جرم داده شده و دیگه نمیتونه شما رو محکوم کنه، چون پوسته یه دونه بز سیاه رنگ رو دورتون میبینه که قربانی جرم و گناه شما داده شده. خدایی که در درون شما زیست میکنه، چیزی که میبینه پرده سفید و ارغوانی و آبی و طلاییش هستش که با روح القدس حفظ شده. و نگرش خدا در درون شما اینه که
چه ساختمان زیبایی که من بتونم درش زیست بکنم. و خدایی که در بیرون شما زیست میکنه میگه آخش محکومش نباید بکنم. این دو دید خداست، از بیرون، از درون، از بیرون، از درون. چون در درون شما کی زیست میکنه؟ خود خدا. پس باید خانه‌ای برای خودش مهیا بکنه که در اون آروم بگیره. پس وقتی خدا در درون شما ساکنه، به پرده های دور و برش که نگاه میکنه، این زیبا رو می، پرده های سفید و کتان رو میبینه که با رنگ آبی و بنفش و قرمز و با فرشته های چروبیم خودش که فرشته ها هستن، که اینو فراموش کردم شرح بدم، چون در این پرده ها نقش فرشته ها همه جا کشیده شده، چرا که در آسمان در حضور تخت فیض خدا فرشته ها آن را احاطه کردند. این به خدایی که در درون شماست یاداوری میکنه که در خانه‌شه. که در خانه‌شه. علی از بیرون که نگاه میکنه به شما میبینه که خدا را شکر، میبینه که شما پوشیده شدی با پوسته قربانی جرم و قربانی گناه. و حالا میگه که بها داده شد. بها داده شد. و دیگه نمیاد محکوم کنه، نمیتونه محکوم کنه، چون شما پوشیده شدی، نهفته شدی، پنهان شدی. چیزی که حالا میبینه فقط یه پوسته است که اونم میگه، یادآوری بهش میکنه که این بز قربانی شد و خداوند دیگه چیکار میکنه؟ محکومیتی برای شما قائل نمیشه. بعد یه پوسته دیگه هم روی این میاد که پوسته دیگه لایه آخره. خداوند همیشه کاراش درسته. عجیبه کاراش. میگه حالا اینی هم کافی نیست. من نمیخوام فقط این پوست بزو بذارید اینجا. بس یه لایه دیگه هم روش بذارید. لایه سوم. لایه سومی که روش بس بذاری که تو آیات بعدی میاد. لایه در واقع. بذار ببینم که الان چیز هستش. بذاریم به هم دیگه این آیه. بخوا. پنج پرده رو جدا و شش پرده رو جدا آیه نو پیوسته ساز. پرده ششم رو پیش روی خیمه دولا کن و 50 مادگی برای کنار پرده‌ای که در پیوستگی بیرون است بساز و 50 مادگی برای کنار پرده‌ای که در پیوستگی دوم است و 50 تکمه برنجیم بساز. این تکمه‌ها که پرده بز رو نگه می‌دارن از طلا نیستن، برنجیان، چون عدالت خدا بس انجام می‌شد. برنج نشانه چی است؟ یعنی قضاوت. برنج نشانه قضاوته. بنابراین پرده هایی که بیرونه، یعنی پرده ای که این پرده های بیرونی که پرده بز هستش، چیزی که نگرشو میداره قضاوتی بود که روی گناه آمد، صلیبی بود که برای شما داده شد. برنج نشانه قضاوته. بنابراین خداوند عیسی مسیح رو قضاوت نمود و بنابراین اون قضاوتی که روی بز آمد، یعنی در واقع قربانی گناه و قربانی جرم آمد، داره چه کار میکنه؟ میگه جرم داده شد، جرم داده شد، جرم داده شد. آنچه که در درون شما رو حفظ میکنه روح القدسه. آنچه که در بیرون شما رو محافظت میکنه عیسی مسیح صلیبشه. بله. به حال هر چی تکمه میگن تکمه. حالا مهمه که فقط از چه آهنی، از چه فلزی درست شده. اوکی؟ حالا بعد از اون قسمت سوم، اوکی که فکر میکنم لایه چهارم میشه ولی در واقع لایه سوم هستش، حالا با هم دیگه دوباره میخونیم. و میگه و آیه 12 زیادتی پرده ها رو خیمه که باقی باشد، یعنی نصف پرده رو که زیاده است از پشت خیمه آویزان شود و زرای از این طرف و زرای از آن طرف که در طول پرده های خیمه زیاده باشد بر طرفین مسکن از هر دو جانب آویزان شود تا آمان بپوشد. خیلی چیز ساده ای هستش ولی به طور کلی اینه، یه جوری پرده رو درست باز بکنی که طول و عرضش یه مقداری طولانی تر باشه که وقتی که این رو میپوشونی اضافه بیاد که هیچ نوع راهی نباشه که از بیرون بتونه چیزی وارد درون بشه، بس اونقدر طولانی باشن که بتونن انتهاشو چیکار کنن، لایه کنن و بتونن چیکار کنن، کاملا اون پرده کتانی رو چیکار کنن؟ بپوشونن. یعنی داره نشون میده که خون مسیح از بیرون و اون صلیب خداوند از بیرون کاملا اون چیز درونی رو پوشونده، اضافه اومده، مضاعف اون کتانی که در درونه بیرون هست.
یعنی غیر ممکنه که از بیرون چیزی بتونه وارد درون بشه. اوکی؟ این مضاعفه. پرده طولانی تره دیگه، بستم باشه. اگه میخوای یه چیزی رو بپوشونی، مثلا میخوای تخت خوابتو لحافتو روش بندازی، بس همیشه این مقدار زیاده بیاد. چون اگه میخوای کاملا تخت خوابتو بپوشونی، بس بالاخره به اندازه کافی لحاف داشته باشی. حالا اینم همونه، اینم بالاخره یه پرده های درونی داره. خب یه چیزی که میخواد از بیرون بپوشونه، بس طولانی تر باشه که بتونه بیاد چیکار کنه، کامل بپوشونه. ولی پراکتیکالیتیش هم همینه، ولی از نظر دید بیرونی زیباییش این هستش که چیه؟ کاملا میپوشونه. شما خون مسیح شما رو کاملا میپوشونه. در بیرون این خداوند چند لایه دیگه میذاره، خب؟ و این چند لایه دیگه که میذاره اونم اهمیت داره. بذار ببینم آیاتشو میتونم پیدا کنم، اگه نه فقط بس بخونیم. 14 هستش. و پوششی برای خیمه از پوست قوچ سرخ شده بساز، و پوششی از پوست خز بر زبر آن. حالا خز به فارسی هرچی هست چه؟ بله، ولی چرمه. ولی در انگلیسی خیلی چیز جالبیه، دلفین بهش میگن. این دلفین های آبی هستش که تو دریا هستش. میگه از پوست اون دلفین بذار. حالا دلفین اینجا گفته خز، یه چرم به خصوصی که غیر ممکنه که آب توش وارد بشه، درسته؟ یعنی ضد آب. برای این هستش که اگه بارون میومد میخواست چی بشه؟ هیچ نوع آبی وارد نشه. ولی پوست قوچ قرمز، باز رنگ قرمز خیلی مهمه. پس شما از درونتون یه پوشش چیز دارین، پوشش این دیگه قربانی جرم و گناه شما پوشیده شده و داده شده. یعنی اون پوشش دوم، پوشش اول که میدونین چیه، پوشش دوم چیه؟ علناً اون قربانی جرم و گناه هستش که برای شما داده شده. بعد لایه سومی که روش میگیره خون خود عیسی مسیحه، چون قوچ قرمز خونه، خون مسیحه. یعنی در واقع خون مسیح لایه دیگه ای هستش که نه تنها ای خداوند شما رو که میبینه، میبینه که ها اوکی، قربانی جرم و گناه داده شده، خون مسیح هم میبینه، چون دائما بهش یادآوری میکنه که چرا این بها داده شده، به چه طریقی این بها داده شده، به چه طریقی بهای جرم شما داده شده. خون مسیح همیشه در هیکل وقتی که پاشیده میشد، همیشه باز خون پاشیده میشد روی اون مذبح یا روی اون تخت که خداوند خونو ببینه. چون میگه خون اصاره حیاته. اگه خون خدا ببینه میدونه که جرم داده شده، تمام شد. بنابراین نه تنها قربانی گناه رو میبینه که بزه، خونش هم میبینه، چون قوچه، قوچ یه نوع بز، در واقع از یه جا میان. در واقع میشه میگفته که خداوند در آن واحدی که میفهمه که قربانی جرم داده شده، خونی هم که داده شده رو میبینه. خون مسیح شما رو پوشونده. و لایه آخر که این خزه، درسته میگن خز؟ چی؟ چرم؟ خیلی ساده است شهرش. پوست شماست. پوست حیوانی و انسانی شماست. چون در تمام اینها شما یه لایه بیرونی داری که الان توش نشستی، که اگه نداشتی الان مرده بودی. اوکی؟ و در واقع خداوند همه اینا رو میبینه. خداوند لایه بیرونی شما که شما هستید رو میبینه. اون لایه‌ای که الان میگم پوست منه، اینو میبینه. ولی این لایه اول شماست. و فقط لایه‌ای هستش که از بیرون دیده میشه. و بعد لایه دوم من خون عیسی مسیح که زیر این پوشیده شده. و بعد لایه بعدی من قربانی گناه و جرمی هستش که من رو پوشونده. بعد لایه بعدی من ردای آسمانی من هستش که هیکل رو تزئینات داده، که درش رنگ خداوند، ارغوانی، میگن بنفش، آبی، سفید با تکمه‌های طلایی آویزان شده با شروبیم خداوند. پس این شما هستی، شما این هستی، شما از درون خانه خدا هستی، شما از درون اتاقکی هستی که خدا توش آرومه، شما از درون مکانی هستی که وقتی خدا توش میشینه در واقع میگه درست مثل خونه خود من تو آسمونه، فرشته هم دورم دارن میگردن، رنگای آسمانی میبینم، عدالت خودم رو میبینم، پادشاهی میبینم، قدرت میبینم، روح القدس میبینم،
حال میکنم تو اینجا، چون اتاق خودمه و روح القدس هم اینو آویزان کرده، داره نگرش داشته. و بعد خداوند از بیرون یک انسانی رو میبینه که انسانه ولی پوشیده شده از خون مسیح و قربانی گناهش داده شده. این شما هستی و اتفاقی که روی صلیب برای شما افتاد همین بود. شما رو از یه پوسته خز که توش هیچی نبود، فکر میکنین، تصور کنین شما چی بودین قبلا؟ شما یه پوسته خز بودین، یک حیوان که در واقع یه خیمه بودین که تنها پوشششتون یه دونه پوست بود. وقتی از اون پوشش برمیگشتی میرفتی تو نگاه میکردی هیچی توش نبود، هیچی نبود، خالی بود. به یه هیکلی به این زیبایی تبدیل شدید. از بیرون همه یکی هستیم ولی از درون خیلی با دیگران فرق میکنیم. از بیرون با همه یکی هستیم، از درون خیلی فرق میکنه. آمین. این تصویر عدالته و این رداست، پوشش ماست. آمین. در واقع میشه گفتش که همینطور که میشه گفت این ردای هیکل شد، این پرده ها و اینها شدن ردای هیکل. در واقع وقتی خداوند عیسی مسیح ردای خودش رو به ما میده، این پوشش رو به ما میده، این لایه ها به شما اضافه میشه، شما اینو پوشیدی. آمین. و بعد تخته های قائم از چوب شتیم برای مسکن بساز، که آیه 15 هستش. خب میدونید اگه میخوای یه ساختمون داشته باشی، باید نه تنها پرده داشته باشی، باید در و دیوارم داشته باشی. بنابراین پرده ها رو اول شهر میده و بعد چیکار کنه؟ دیوار هم شهر بده، چون یه ساختمون بدون دیوار نمیتونه باشه. دیوارهای هیکل از چوب شتیمه، چوب عادی که با طلا دوباره چی شده؟ پوشیده شده. پس شما بدنتون، اسکلتتون، اسکلت روحانیتون، چون اسکلت هستش که داره این بدن رو حفظ میکنه، در واقع استخوانبندی آسمانیتون انسانی بود که از چوب معمولی درست شده بود ولی الان از طلای ناب پوشیده شده. الان عدالت خدا چیه؟ الوهیت شما رو چیکار کرده؟ پوشونده. و یه تصویر خیلی زیبایی هست از اینکه پرده ها روی اسکلت بندی عدالت آویزان هستن و در واقع اون تخت بندی ما هستش. در انتهای این، در آیه بعدی، در آیات 20 و بعد، خیلی جالبه که این تخته ها باید یه جایی بیان قرار بگیرن. خب اگه میخوان این تخته ها رو درست کنن، خیلی جالب بود که بالای این تخته های چوبی، خب باید یه تیکه از چوب میمد بیرون، بعد توی زیر این تخته ها یه چوب بندی میکردن که این تخته ها رو وقتی وارد میکردن، دوتا تیکه چوب میمد بیرون که بتونن برن توی دوتا حاشیه قرار بگیرن، قفل بشن که بتونن برن، و وقتی که خواستن بازشون کنن فقط میوردنشون بالا که بتونن حرکت بدن. ولی وقتی که اینا رو میخواستن چیز بکنن، سر جاشون قرار بدن، این تیکه های رو که چوبی بودن ولی خب طلا هم بودن، این پایین میذاشتن. بعد این تیکه دیوارا رو برمیداشتن، این دوتا تیکه چوب ازش میمد بیرون مثل مربع، البته اینا باز طلا بودن، و اینا رو میکردن تو اون حاشیه ها که قفل بشن. اون جایی که جایی بودش که این پایین این دیوارها به از توش قفل می شد، اینها رو با نقره کاملا درست کرده بودن. اوکی؟ زیر بنای تمام ساختمان که چوبها توش ساکن می شدن از نقره بودن. نقره نشان دهنده چیه؟ ریدمشن هستش، نجاته. خب نجات، ریدمشن، نجات. چرا؟ به خاطر اینکه با 30 سکه نقره بهای خون داده شد. وقتی که جان عیسی مسیح فروخته شد، با 30 سکه نقره داده شد. نشان دهنده نقره یعنی اینکه بهای نجات داده شد. خب بهای نجات داده شد. بنابراین زیربنای تمامی هویت شما، خب
نجات شماست، بهایی بود که برای شما داده شد ولی دیدنی نیست. چیزی هستش که شاید اگه بهش توجه نکنیم، در واقع میشه گفت وقتی به یه ساختمون نگاه میکنی به پایینش نگاه نمیکنی، به بیرونش نگاه میکنی. ولی این تخت بندی زیر که از نقره درست شده نشان دهنده این هستش که بهای گناه که داده شد، که بهای جان مسیح بود که برای شما داده شد، تمام این هویت جدید و حیات جدید رو داره نگر می‌داره. و فراموش نکنیم که در واقع پای بندی ما جان مسیح بود و خونی بود که برای ما داده شد. نجات ما در واقع زیر بنای ماست، زیر بنای ساختمان ماست. اوکی؟ و این هم یه تصویر خیلی زیبایی هستش که خداوند میدونه که اگر مسیح نبود این هیکلم نبود، و اگر مسیح روی صلیب جانش رو نمیداد این دیوار نمیتونست آویزان بمونه و قرار بگیره. اگر مسیح نمیمد جانش رو فدا بکنه، غیر ممکن که بتونی که این پرده ها رو یه جای آویزان بکنی، غیر ممکن که بود که این دیوارها رو بهش طلا ببندی و بتونی دیوار بندی کنی. این هیکل بدون اون زیربنا نمیتونست زیست بکنه. برای همین هستش که عیسی مسیح چی هستش؟ در واقع جانش رو برای ما فدا کرد که چیکار بکنیم که ما بتونیم هویت نجات خودمون رو داشته باشیم و بتونیم حتی این هویت و این ردا رو هم بپوشونیم. خب خدا رو شکر میکنم برای این تصویر خیلی زیبا و ساده‌ای که داده شد. یه تصویر آخر تو یک دقیقه و نیم وقت دارم، فقط سریع باهاتون در میون میذارم چون میخوام سوژه رو عوض بکنم. اون پرده‌ای هستش که بین هیکل قدس الاقداس و تابوت عهد بود و اون خیمه چیز اون مذبح بخور. اون پرده خیلی زیباست، خودش هم یه تصویری از یه پرده دیگه است. ولی جالبه اون پرده باز 4 تا رنگ داره، سفید و بنفش و آبی و چی قرمز با ریسمان‌های طلایی، و 4 تا تیکه چوبن که طلا بودن، یعنی چوبی بود که طلا بودن، و 3 تا پرده هستن، 3 تا پرده هستن مساوی هم دیگه که آویزانن. یعنی 4 تا تیکه چوب، 1 2 3 4، 3 تا پرده بین این 4 تا چوب آویزانن. تمام پرده ها یکسانن، طول و عرض و ارتفاعشون یکی هستش و از یه چیز درست شدن. اون پرده که در واقع یک پرده خیلی زمخته و یک تیکه بود و 4 تا و در واقع 3 تا پرده مساوی هستن، نشانه تثلیثی هست که در مسیح بود، چون اون پرده بدن مسیحه. بدن مسیح بود که پاره شد که ما بتونیم به قدس الاقداس راه بیابیم، و اون پرده در واقع میگه الوهیت کامل عیسی مسیح بود که پولس میگه تثلیث کامل در عیسی مسیح بود، خدای کامل در مسیح بود. پس 3 تا پرده مساوی یکسان، از خود خدا آویزان، و بعد یک دفعه پاره میشه و بعد ما میتونیم به قدس الاقداس دست پیدا بکنیم. مرسی.